یکی از موارد دیگه که شما ممکنه نیاز داشته باشین که براش به موشه مراجعه بکنید، کروماکی و حذف پرده سبز و آبیه. برای این کار شما تصویرتون انتخاب میکنید، میایین توی کینگ و پرایمت آرتی. یه نوشتر من در مورد فیلترهای دیگه بگم، بلو و گرین سکرین برای حذف پرده سبز و آبیه، ولی راستش بخوای من از خود پرایمت آرتی خیلی بیشتر خوشم میاد، فیلتر بهتریه. کالر کی برای حذف یک رنگ خاصه و لوما کی برای اضافه کردن، برای حذف کردن قسمت های تیره فقط یا فقط قسمت های روشن تصویر. مثلا شما یه عکسی رو توی فتوشاپ کار کردید که دورش سیاهه و سیاهیار میخواد حذف بکنید، با این لوما کی میتونید اون رو حذف بکنید. اما بدون شک مهمترین این فیلترها پرایمت آرتیه. پرایمت آرتی یک پرایمت پرو هم داره که اگر بتونید اون فیلتر رو ازش استفاده بکنید، فیلتر بهتری نسبت به پرایمت آرتی، گزینه های بیشتری داره و دقت بیشتری داره. ولی خب به صورت دیفالت خود موشن با پرایمت هم همراهه، یعنی پرایمت فقط توی موشن هست. وقتی شما اون رو به یه فیلتر میدید، این معذرت میخوام، این فیلتر رو به یه تصویر میدید، یه همچین اتفاقی میفته. من خودم معمولا خود فیلتر رو آف میکنم، یک بار ریستش میکنم، نویز ریمووال و مت دنسیتی رو پایین میارم به همراه اسپیل ساپرشن و میام یه سمپل از تصویر میگیرم و دوباره آنش میکنم. همونطور که شما الان اینجا میبینید، ما یه بکراند کالر داریم که R, G و B. یه نویز ریمووال داریم که حذف نویز تصویره و یه مت دنسیتی که شدت تأثیر خود این کیینگه، یعنی مت دنسیتی میگه به چقدر شدت داشته باشه کی ما. اینجا من مثلا یه خورده بالا میبرمش تا یه خورده بیشتر از تصویرم حذف بشه. و حالا یه نکته هم که در مورد کروماکی خیلی مهمه اینه که شما ممکنه فکر کنید فقط من بعد گرین رو تا ته زیاد بکنم، ولی نیاز نیست که آر یا بی رو کم و زیاد بکنم، رد یا بلو رو، ولی واقعیت اینه که اینطور نیست. ما خیلی از موارد ممکن اصلا بخوایم سبز رو کم بکنیم، یعنی با سبز متفاوت تری نسبت به سبز خالص کار بکنیم. من اینجا ممکنه مثلا این برای محبوب تر باشه. من معمولا یه مقداری قرمز، یه کوچولو مثلا دیگه چشمی باید تنظیم کرد، مثلا اینجا 17 به نظر خوب میاد، و یه مقداری هم آبی به تصویر اضافه میکنم تا جایی که حس بکنم تصویر از نظر کی تصویر خوبی شده و کیه درستی داریم. اینجا شما یه کالر داریم برای دیدن و یه آلفا. آلفا توی کروماکی خیلی به شما کمک میتونه بکنه، چون شما زمانی که این عددها رو کم و زیاد میکنیم میتونیم ببینید چقدر از تصویرتون حذف میشه وقتی که روی تصویر دیگه قرار بگیره. الان مثلا من اینجا میبینم که لبه موهای ایشون یه خود فدر داره و این چیز جینگولی هم که تنشه یه ذره لبه هاش حذف شده که بد نیست روی هم رفته. نویز ریمووال ما برای زمانی که شما میخواید یه مقدار نویز رو از تصویرتون بگیرید. اینجا من روی صفر میذارمش، چون راست رو بخواین تصویر من HDه و یه مقدار خراب میکنه تصویر من رو. این شورتکات رو من میگه بدونید بد نیست. شیفت C کالر تصویرتون رو نشون میده، شیفت A آلفا. اما یه چیز خیلی مهم دیگه که ما اینجا داریم، الان شما میبینید کی من کی خوبیه، یعنی نسبتا تصویر سبز من حذف شده اگه ما الان اینجا ببینیم. اما ما یه لبه داریم اینجا که رنگ سبز اضافه است و رنگ سبز پخش شده رو تصویر. اصطلاحا هم به این اتفاق میگیم اسپیل، یا همون ریختن رنگ روی خود اصل کرکترمون یا رو اصل چیزی که داشتیم کروماکی میکردیم و نمیخواستیم روش بیاد این تصویر. برای حذف این اتفاق شما از اسپیل ساپرشن باید استفاده کنید. من مثلا اینجا برای این تصویر فکر کنم این عدد اندازه مناسبی باشه. اسپیل ساپرشن میاد رنگ های اضافه ریخته شده روی تصویر رو حذف میکنه. خب من میتونم این رو با یه بکراند چک بکنم، الان بیاد روی تصویرم و ببینم که تصویر زیرین به چه صورته. خب من فکر کنم روی هم رفته کیه من الان کیه نسبتا خوبی باشه.